پس از تصرف کابل توسط طالبان، بسیاری از ساکنان این شهر به فرودگاه رفتند تا شاید بتوانند با هواپیماهای ناتو و آمریکا از کشور خارج شوند. برخی از آنها یک هفته است که همچنان در فرودگاه منتظرند. تا کنون دست کم 20 نفر در این فرودگاه جان باختند و برخی رسانه‌های محلی هم گزارش دادند که در جریان تیراندازی نظامیان آمریکا در فرودگاه کابل چند نفر کشته شدند. آلمان، ترکیه، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، لهستان، سوئیس، آمریکا و بریتانیا از کشورهای حاضر در عملیات خروج از افغانستان هستند. بیشتر هواپیماهای نظامی حامل پناهجویان در تاشکند، پایتخت ازبکستان، دوحه، پایتخت قطر و اسلام آباد، پایتخت پاکستان فرود آمدند. برخی غیر نظامیان افغانستانی که در 20 سال گذشته با آمریکا همکاری داشتند یا در مأموریت‌های بین‌المللی شرکت کرده‌اند، به طور موقت در آلبانی، کوزوو و مقدونیه شمالی اسکان داده می‌شوند تا روند آماده‌سازی ویزای آنها برای آمریکا انجام شود. کشورهای کولومبیا، اوگاندا و قطر هم به عنوان دیگر مقاصد اسکان موقت پناهجویان افغانستان انتخاب شده‌اند. آمریکا و استرالیا متعهد شدند که هر کدام به ترتیب 10,000 و 3,000 نفر از پناهجویان افغانستانی را بپذیرند. تاجیکستان هم به عنوان همسایه افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که آماده اسکان 100,000 نفر از مردم این کشور است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته کشورش باید حدود 10,000 نفر از اتباع در معرض خطر افغانستان را بپذیرند. مقامات بریتانیا و کانادا نیز گفتند کشورهایشان می توانند در سالهای آینده به پناهگاهی برای 20,000 مهاجر افغانستانی تبدیل شوند. در سوی دیگر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده روند خروج شهروندان افغانستانی و آمریکایی از افغانستان در حال سرعت گرفتن است و نیروهای آمریکایی در حال گسترش کنترل خود در اطراف فرودگاه کابل هستند. پیشتر وزارت دفاع آمریکا از فعالسازی برنامه‌ای خبر داده بود که طبق آن 18 هواپیما برای کمک به روند خروج مردم از افغانستان وارد عمل می شود. آمریکا از 14 آگوست حدود 28,000 نفر را از فرودگاه کابل خارج کرده و به این ترتیب آمار کلی افراد خارج شده از افغانستان از ماه جولای تا کنون به بیش از 33,000 نفر رسیده است. فرودگاه کابل که با حضور گسترده مردم افغانستان برای خروج از این کشور روبرو شده، در روزهای اخیر صحنه‌های تکان دهنده ای را به خود دیده است.